سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که برای فال جدید در خدمت شما هستم. عزیزان، با همدیگه بریم ببینیم که عزیزان در گذشته، چه عزیز در گذشته ای و چه پیامی برای ما هست. دوستان توجه داشته باشین که ما دو تا انتخاب داریم، انتخاب خوب و بهتر وجود نداره. شما میتونید دو تا رو نگاه کنین اگر که میخواین برای دو نفر ببینین، و یا اینکه اصلا دو تا رو نگاه کنین بدون انتخاب. شاید در یکی از این انتخاب ها عزیز در گذشته ای برای شما پیامی داره. خب دوستان، من تا زمانی که پیام های خوش آمد رو میگم، پس شما لطف کنین و انتخاب رو انجام بدین. سلام عزیزانی که تازه عضو کانال شدن، دوستان خیلی خیلی خوش آمدین، و همچنین عزیزانی که هستن با کامنتاتون، با لایکاتون، دوستان شما به من دلگرمی میدین. دوستان سپاس فراوان من رو بپذیرین از اینکه با حضور گرمتون باعث زنده ماندن این کانال میشین. خب دوستان، من سخن رو کوتاه میکنم و اینکه با هم دیگه میریم ببینیم که چه عزیز در گذشته ای، کپسول بنفش یا کپسول نارنجی، کدوم یکی شما انتخاب میکنین یا دوتاشون، بستگی به خودتون داره، و چه پیامی داره برای شما دوستان عزیز. سلام عزیزانی که کپسول بنفش رو انتخاب کردن. دوستان با همدیگه بریم ببینیم که عزیز در گذشته ای که میخواد با شما وارد مکالمه بشه چه پیامی برای شما داره. من دوستان به خاطر که این تیراژ مثل تیراژ احساسی نیست، قبلی نیستش که من بخوام جلوی شما بخوام بکشم، احتیاج به خلوت کردن دارم. کارتا رو آماده کردم و یک یک براتون میذارم. در اینکه با هم دیگه بریم ببینیم که آیا با شما حرف میزنه، آیا این شخصی هستش که به شما میخوره، میشناسین این شخص رو، و اگر میشناسین ببینیم چه خبر هست با هم دیگه. ببینیم چه خبر هست. کارتای بعدی، دوستان من دو تا کارت عزیزان از دست رفته و فرشتگان دارم که براتون میخونم. بعد از اون اول ببینیم این عزیز کی هستش. شخصی هستش که داره بهتون میگه که من تا ببینید این کارت 10 پایان یک دوره از زندگیم بوده و وارد دوره دیگه شدم. ببینید شخصی هستش که داره به دنیا میاد. اینجا در واقع این کارت پایینه این نوشته به دنیا آمدم. پس این شخص داره پیامی به شما میده که من دوباره به دنیا آمدم. و این شخص بدونین که شخصی بوده در زندگی شما که می درخشیده، باعث درخشش ممکنه برای یک سری از شما فرزند شما بوده، یا اینکه رابطه فرزند و پدر و مادری، والدین هست، یکی از این دوتا هست. شخصی گرم، شخصی مهربان، شخصی که بذل و بخشش داشته. و اینکه ببینین این شخص داره میگه که اینجا که دلش نمیخواسته بره، شخصی بوده که دوست داشته بمانه و اینکه متاسفانه رفته. خب یا پدر مادر شما هست یا فرزند شما هست. دوستان عزیز من توجه داشته باشین، ممکنه که حالا کارت های دیگه بگین که ببخشید اطلاعات دیگه بهم بده. این شخص ببینین یا مریض بوده یا اینکه استراب و استرسی داشته. ببینین شخصی هستش که در تخت خواب هست و بیخوابی داره، استراب و استرس داشته. شخصی بوده بسیار ببینین
حالا یا این جوان بودن این شخص هست و یا اینکه شخصی بوده بسیار امین، صادق، حرفشو مستقیم میزده، شخصی بوده مهربان و متاسفانه داره بهتون میگه که و مرگ من رو از شما گرفت. ببینید این برج در فرهنگ مسیحیت دوستان تشبیه به تن انسان هست و این برج وقتی که این کارت به طور کلی بهش میگن خانه خدا، این کارت خانه خدا دوستان یعنی این که ببینید سقف این خانه خراب شده، ببینید یک روح که از تن یک انسان جدا میشه، ببینید خانه یک روح هست و این ببینید رعد برقی که خورده و چیزی که داره خارج میشه از سر این خانه تن این شخص هست، روح این شخص که از تنش داره جدا میشه. پس حرفی که داره میزنه بهتون داره میگه که من حالم خوب نبود، شخصی هستش که واقعا میخواد با شما الان مکالمه کنه، صادقانه، شخصی بوده صادق و اینکه بهتون داره حرف از رفتنش میزنه و ناراحت هست از اینکه این اتفاق ناگهانی، شاید مرگی بوده، حادثه‌ای بوده ناگهانی دوستان عزیز و اینکه این اتفاق افتاده. و همچنین دارم میبینم اینجا که دوستان شخصی بوده که الان در حال حاضر دوروبرش آدم زیاد هست و شاید هم زمانی که زنده بوده این شخص شخصی بوده که دوروبرش آدم زیاد بوده، شخصی بوده که واقعا دوست داشته پیشرفت کنه و اینکه شاید شخصی بوده که خیلی تحرک داشته، فعالیت میکرده این ور اون ور، یه سری از افراد که یه جا نمیشینن تکون میخورن. خب پس اگر شما این شخص رو شناختین که ببینین کی هست فبها، خب بریم ببینیم که چه چیزی خوب بیشتر خوشنودش داره میکنه در مورد شما دوست عزیزم. چیزی که خوشنودش میکنه بهتون میگه که شما خیلی قوی هستین و اینکه بیدی نیستین که به این بادها بلرزین و در مقابل مسائل مشکل این دنیا دنیوی شما یک انعطاف پذیری دارین و بهتون داره میگه که توجه کن که تو قوی هستی و زمانی میدونی که تو قدرت داری که جز استقامت راه دیگه ای نداشته باشی، پس تو قوی هستی و قدرت تو من رو خوشنود میکنه. مسئله دیگه این هستش که بهتون داره میگه حرکت کنید. از این کش میگه که شما به آخر یک دوره رسیدین و دارین وارد دوره جدیدی از زندگیتون میشین، پس حرکت براتون اومده و چیزی که دوست داره ببینین عرفانی بودن شما، معنویت شما رو دوست داره. ببینین شخصی هستش که کتاب مقدسی دستش هست، حضرت پاپ هست اینجا افتاده برای شما. ببینین دوست عزیز از اینکه شما شخصی هستین که به معنویت خودتون توجه میکنین خوشش میاد و اینکه دوست داری مسئله رو و اینکه حالش رو خوب میکنه و فکر کنم میگه که دعاهای شما بدرقه راه من هست. باز هم این شخصی هستش که ببینید اینجا این کارت تقریبا یکی هستش، من فکر کنم این شخصی هستش که نمیخواسته بره دوستان و اینکه داره به شما میگه که من تو بنیاد قوی داری و این مسئله منو خوشنود میکنه. از اینکه شما ببینین شخصی هستین بخشنده، مهربان و اینکه به اطرافیانتون شاید کمک میکنین، از این مسئله خوشنود هستش. میگه که تو توانایی اونو داری، شاید اشخاصی پشت سر گذاشته که شما باید بهشون برسین و اول میگه که به این کار ادامه بده، به این کمک کردن ادامه بده و اینکه بهتون داره میگه که استراب و استرس رو از خودتون دور کنی، ازتون تقاضای این مسئله رو داره. از اینکه شما این انرژی رو دارین، بهتون داره میگه این انرژی رو دارین که توی دل مشکلات برین و به من زندگیتون شتاب برین، خوشحال هست دوست عزیز و اینکه توجه کنین که خوشحال هستش که بهتون میگه که نگران نباش، این دو تا کارت به من این حرفو میزنن، نگران نباش، فرشتگان مقرب در کنار تو هستن، فرشتگان مقرب در کنار تو هستن و داره بهتون میگه که غم رو پشت کنار بذار، غم رو کنار بذار، پشت پا بزن به این غم، به این عزا و داره بهتون باز هم میگه که من دلم براتون تنگ شده. یه مقدار تحت، ببخشید من تحت احساسات قرار میده این کارتا. خب ببینیم که کارت آخر چیزی که کمتر خوشنودش میکنه این که بهتون میگه که شما به اندازه کافی به علائمی که دور و برتون هستن گوش نمیدین،
بهتون میگه گوش کن، من با تو صحبت میکنم و همچنین کائنات سر راه تو نشانه هایی دارن میزنن، پس تو خوب گوش کن. پس یکی از چیزهایی که دوست داره که شما انجام بدین و آنچنان خوشنود نیست، میگه گوش نمی کنی، مسائل آنچنان که هستن نمیشنوی، از کنار خیلی چیزها داری رد میشی، شاید با شما میخواد وارد مکالمه بشه شما نمیشنوین، شاید کائنات سر راهش شما علائم نشون میذارن شما نمیبینین دوستان، و یا اینکه اصلا به طور کلی میگه که به ندای قلبت گوش کن، به اون جسمت گوش کن، به روحت گوش کن، و اینکه باز هم پاپ افتاده و میگه که بهتون دعا کن، به معنویتت برس، دعا کن. یک بار از معنویت شما داره خوشش میاد، یک بار دیگه آنچنان خوشنود نیست، برای که شاید به اندازه کافی شما به خودتون نمیرسین و با خودتون مهربان نیستین. این دعوت به مهربانی هستش، بهتون میگه که راهت شما هنوز چالش داره، در این راه شما هنوز ببین، راه شما ببین، مواظب چالش ها، مواظب موانع باش، ازتون میخواد که شما محتاط باشین توی زندگیتون. بهتون میگه اینقدر مشاهدگر نباشین، اینقدر روی این مسئله صبر نکنین، پس جلو برین. و اینکه در مورد مسائل احساسیتون دچار داره صحبت میکنه، یا اینکه بهتون داره میگه که خودتون رو دوست داشته باشین و از و انتخاب صحیح برای زندگیت کن. شاید از یک سری از مسائل زندگی شما آنچنان خوشنود نیست، داره بهتون میگه که از ترسات فرار نکن، فرار نکن، با آنها مواجه شو، باهاشون رو در رو شو، باهاشون صحبت کن، و اینکه نه اینکه پاورچین همه چیز رو بذاری فرار کنی از زیر یک سری از مسائل که ببینید این بالا باعث بیخوابی شما شده، یک سری از چیزایی که شما رو استراب و استرس میده، میگه اونا رو حل کن و از زیرشون در نرو. و اینکه دوست داره که حالا از دست یک آقایی شاید دور و بر شما خوشنود نیست، و یا اینکه بهتون میگه که به زندگیت برس، به زندگی مادیت باید برسی، زندگیت رو دستت بگیری و مقداری انعطاف پذیر باش. با اینکه اینجا حرف میزد که از انعطاف پذیری شما خوشش میومد، اینجا شاید میگه که انعطاف پذیری خودتون با خودتون دوستان، زندگیتون رو میگه، زندگی تو رو دستت بگیری، زندگی مادیت رو دستت بگیر، و دوست داره که شما بدرخشین مثل خورشید، دو مرتبه گرما وارد زندگیتون بشه، دو مرتبه گرما وارد زندگیتون بشه و امید وارد زندگیتون بشه. دوست داره شما رو خوشحال خوشنود ببینه این شخص دوستان. بسیار خوب، امیدوارم که شما این باهاتون حرف زده باشه این کارت ها دوستان. و پیامی که برای شما داره میگه که میگه زمان اهمیتی نداره. شاید شما بی صبری دارین میکنین، یا اینجا صبر بی خود میکنین، حرف از زمان اینجا میزن، میگه که اینجا زمان وجود نداره، پس بنابراین هر زمانی که باشه، هر ساعتی که باشه، روز، ماه و حتی سال، مهم نیست از کی تا حالا، از چه موقع من زمین رو ترک کردم، تو میتونی با من وارد صحبت بشی، مکالمه بشی، تو من مزاحم من نیستی و تو باعث نمیشی و تو مانع جلو رفتن من نمیشی. پس یک از شما میخواد که از این حالتی، شاید یک سری از شما هنوز در تخت هستین، استراب دارین، استرس دارین، به هر حال هر چیزی که هست دوستان، ازتون میخواد که شما از این مسئله خارج بشین. اینجا حرفی که میزد به شما در اندازه کافی گوش نمیدین، بهش گوش بدین. و میتون میگه که ارتعاشاتتون رو بالا ببر، ارتعاشاتت رو بالا ببر، از من میپرسی برای چی همه چیز درست پیش نمیره، برای اینکه تو یک امتحان سختی رو داره پشت سر میگذاری، برای چی تو اینقدر گم شدی، باید ارتعاشاتت رو بالا ببری. ببین حرف از پاپ دوبار میزد، حرف از معنویت اینجا برای شما میزد توی کارت ها دوستان. با انرژی که تو در اون هستی در حال حاضر، این کاملا طبیعی هست که اینجوری باشه، همه چیز منفی، تاریک، و اینکه
تو منفی گرا هست شدی. خودت رو به هر چیزی که میتونی وصل کن، به من وصل کن و با من بالا بیا. و ازتون میخواد که شما ارتقاشاتتون رو بالا ببرین دوستان. خب دوستان، من از امیدوارم که این فال باهاتون حرف زده باشه، این پیام عزیزی که از دست رفته باهاتون حرف زده باشه، منو خیلی تحت تاثیر قرار داد و خیلی انرژیم رو تحلیل برد. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه دوستان. عزاداری یک پروسه دراز مدت هست، حداقل 3 سال دوستان. خب روز و روزگار خوش و تا فال دیگه میرم سراغ عزیزان دسته دوم. خدا نگهدار. سلام عزیزان کپسول، که کپسول نارنجی رو انتخاب کردیم با هم دیگه بریم ببینیم چه خبر است. دوستان مثل عزیزان کپسول بنفش، من کارت ها رو قبلا کشیدم چون پیام اینکه در گذشتگان احتیاج به خلوت دارم، نمیتونم مثل مسائل احساسی براتون، احتیاج دارم که مقداری مدیتیشن کنم و اینکه انرژی رو بهتر بتونم دست بیارم. ببینیم چه خبر هست دوست عزیزم عزیز، ببینیم چه خبر هست و این شخص کی هست و آیا شما اونو میشناسین. اول این کارتایی که داره میافته، من واقعا انتخاب اول انرژی منو تحلیل بود، ولی انتخاب هم منو خیلی تحت تاثیر احساساتم قرار میده. ببینم چه خبر هست، این عزیز کی هست، میخواد با شما چه حرفی رو بزنه. شما بتونیم ببینیم کار دارو. دوستان این شخصی هستش که بسیار در زندگیش تلاش کرده، همیشه سعی میکرده از زندگیش، از خونش، از زندگیش یک چیز بهتر بسازه. داره بهتون میگه من مردم، من یک تغییر تحول، واقعا مو به تنم راست میشه، یک تغییر تحول بسیار بزرگی در زندگی من به وجود اومده، من وارد یک دوره جدیدی شدم. بله من مردم. ببینین عزیز داره بهتون هر حرفو میزنه، میگه شخصی هستش که با شما یک رابطه روحی بسیار قوی داشته دوستان، دوست داشته. ببین شخصی هستش که اینجا به مادیات آنچنان اهمیتی شاید نمیداده، شخصی بوده سبکبار، شخصی بوده که شاید فقط به اصلیات بیشتر براش مهم که، شخصی مهربان برای یک سری از شما، ممکن مادر بوده یا شخصی که حکم مادر داشته. ببینید بسیار مهربان و شما رو بسیار دوست داره، عاشقانه، و شخصی بوده که شاید نبرد کرده دوستان، شخصی بوده که نبرد کرده، جنگیده و شخصی بوده که تا یقین نداشته به مسئله دست به کار نمیزده، شخصی بوده که سعی میکرده همه چیز روشن باشه. ببینید قلب دردی داشته این شخص، هم گذشته شاید برای زندگیش میگم تلاش زیاد کرده، قلب دردی داشته، ولی قلبش برای شما درد هست اینجا.
ببینید برای شما ناراحت هست و قلبش درد هست. دوستان من خود خودم آروم کنم. پس شخصی هستش که ممکنه برای یک سری از شما مادر شما باشه و یا اینکه به هر حال شخصی هستش که بسیار حالا میتونه پدر هم باشه، ولی شخصی که بسیار به شما نزدیک بوده و شخصی بوده که مهربان، واقعا مهربان، شما رو خیلی خوب میشناخته. خب دوستان بریم ببینیم که کارت های دیگه چی پیامی برامون دارن. کارت بعدی اون چیزی که از شما خوشش میاد این که شما خلاقیت داری، شما دست به هر کاری میزنین که خودتون رو، زندگیتون رو تغییر بدین. از اینکه شما میدرخشین، موفق هستین، از این مسئله خوشنود هست. بهتون میگم چون تو داری میدرخشی، تو موفق هستی و این خبر رو داره بهتون میده که شما شاید به آخر یک دوره از زندگیتون رسیدین، به یک تکامل دارین میرسین و از این مسئله بسیار خوشنوده که در دنیا روی شما باز هست. دوست عزیز، مسئله دیگه که هستش، این شخص داره میبینه که شما بر روی خودتون تسلط دارین، احساسات خودتون تسلط دارین و اینکه اعتماد به نفس دارین میگیرین. از این مسئله خوشحال هستش و داره بهتون میگه شاد باشین. کارت بعدی این شخص از اینکه شما شاید چشمتون رو روی یک مسئله بستی خوشحال هست. از اینکه شاید شما روی یک مسئله تصمیم نگرفتید، نمیدونم، شما بهتر میدونید، یک مسئله که شاید در حال حاضر میگه که شما از کنار یک سری چیزها میگذری، بسیار خوب، رها کن، چشمتون رو یک مسئله ببند. از این مسئله خوشنود هست و اینکه میگه آره در برو، حتی از زیر یک سری از چیزها در برو. اونقدر زندگی رو به خودت سخت نگیر. از اینکه شما شخصی هستین که با انگیزه خوشنود هست، که کودک درونی دارین، بهتون میگه شما تو کودک درونی داری زنده و اینکه میخواد باهاتون وارد مکالمه بشه. دوستان توجه کنید، این شخص از اینکه شما شخصی هستین منطقی و اینکه مسائل رو دوست سعی میکنین حقیقت رو ببینین خوشحال هست. بهتون میگه که حقیقت رو دارین میبینین، همه چیز رو به همه کس نگو. این از این مسئله خوشحال هست و اینکه داره میبینه که شما دارین مبارزه میکنین، از حقوق خودتون دفاع میکنین یا اینکه مبارزه میکنین، در راهی دارین مبارزه میکنین، خوشحال هست. و اینکه داره میبینه که شما شخصی هستین که به اون علائمی که کائنات دور و بر شما دارن میذارن دارین توجه میکنین. شخصی هستین با پشتکار، پشتکاری شما اینج به این شخص خوشنودی میده دوستان. و اینکه شما بهتون میگه که ادامه بده به این پشتکاری، به خاطر که کائنات هم سر راه تو دارن علائمی میذارن، به اون علامت ها هم داری توجه میکنی، من خیلی خوشحال هستم. و اینکه توجه کنی از چیزی که ناراحت هست، از ببین حرف از گریه میزنه دوستان، از این غم شما ناراحت هست. البته غم میدونیم که یک چیز انسانی هست، نمیدونیم جلوی غم بگیریم و یک دوره ای داره غم. بهتون میگه که شادی ها این پشت هستن، تنها اشک غم نیست، ممکنه که اشک شادی هم برای شما به وجود بیاد. خودت رو روی مسائل خوب و یک نوری که پشت سرت هست دقت کن، نگاه کن، اینقدر غمگین نباش. حرف از حالا شادی برای شما میزنه یا حرف از بچه برای شما میزنه، فرزند میزنه، یا شخصی هست که برای فرزندان شما ناراحت هست، یا اینکه شخصی هستش که حرف از این میزنه که دو مرتبه باید یک شادی بزرگ در زندگیت بیاری، دو مرتبه باید گرما در زندگیت بیاری، یا حرف از کلن فرزنددار شدن با شما میزنه. و از معنویت حرف میزنه، بهتون میگه که سعی کن اون چیز، برای که اینجا دارم میبینم که شما بسیار عاقلانه و منطقی برخورد میکنی، پس این کارت بهتون میگه که معنویتت رو بالاتر ببر، معنویتت رو بیشتر کن، سعی کن. شاید هم حرف از این میزنه که براش دعا کنی،
ازتون میخواد که دو مرتبه این شوق و شور در زندگیتون به وجود بیارین. ازتون میخواد که یک شروع دوباره داشته باشین توی زندگیتون، از این حالتی که خودتون از همه بریدین و در حال فکر هستین، در عزلت هستین. شاید شما عزیزانی هستین که کسی رو نمیبینه. از این حالت میگه خودتو در بیار، خودت کشیدی کنار، از همه فقط نظارگر هستی. از این حالت ناراحت هست. و اینکه ببینید اینجا باز هم این دوتا کارت ها تقریبا یک معنا دارن. بهتون میگه از دست، از این غم بردار، از این کسالت بردار، از این مسئله در بیا. ببین شخصی هستش که این کارت هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه دوستان. شخصی هستش که نشسته که دست غیبی وارد زندگیش بشه و مسائل رو توی زندگیش چیکار کنه. مسائلی تو زندگیش به قولن عوض بشه با دست غیب. بهتون میگه که از این ندامت درس بردار. شاید یک سری از شما دوستان در مورد گذشته ای دارین فکر میکنین و از گذشته ای که بوده ناراحتین، ندامتی دارین، شاید حتی در مورد این شخص باشه. میگه دست بردار. بهتون ازتون خواهش میکنه که اعتماد به نفس بگیرین. حرف از پروژه داره میزنه برای شما، حرف از این میزنه که یواش یواش به سمت ساختن یک چیزی که شاید شروع کردی یا که داری شروع میکنی انجام بده. یواش یواش جلو برو، یواش یواش اعتماد به نفست رو به دست بگیر. بهتون باز هم میگه بس دیگه، اینقدر صبر نکن، اینقدر نظارگر نباش، اینقدر حلاجی نکن مسائل رو، چی شد چی نشد، چرا اینجور شد. من صبر کنم، من حلاجی میکنم مسائل رو. از این حالت ازتون میخواد که این شخص در بیاین دوستان. خب ببینیم که عزیزان از دست رفته چه پیام بهتون میگن، که بهتون داره میگه که اعتقادات عمیق. ببینید حرف از معنویت اینجا میزد برامون، بهمون میگه، بهتون میگه که اون چیزی که تو اعتقاد داری خیلی مهم هست. با زمان همه اعتقادات ما میتونه عوض بشه و اینجوری هست. من خوشحال هستم که تو میدونی که یک دنیایی به موازات این دنیایی که در اون هستی وجود داره و اینکه ما میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. این مسئله کار من رو آسان میکنه. برای شم روشن کنی عزیزانی که شناختین این شخص رو. و اینکه بهتون میگه که اهمیت پر، این پرها که تو میبینی دورو برت، یه وقتایی هست ببینید یک پری میبینیم دورو برمون، نمیدونیم از کجا آمده. من یه وقتایی تو خونم پر میبینم، در حالی که من حتی یک بالش پرم تو خونه ندارم. میگه که این پرها که تو بر سر راهت میبینی یکی از نشانه هاست. تو میخوای بدونی، نه ببخشید، میخوام که تو بدونی که من با تو هستم و این افکاری که به ذهن تو میاد در حال حاضر و در روح تو میاد با اون مأموریتی که در زندگی تو هست مطابقت داره. این یعنی که تو راهی که در اون هستی راه خوبی هست. پس هر علامتی که بر سر راه تو هست اون رو بردار و دلت رو با من به سمت من باز کن و اینکه بشنو اون چیزی که من میخوام بهت بگم. خب دوستان این فال شما بود. امیدوارم که این پیام برای شما، برای یک سری از شما باشه، یک سری از شما هر سطح باشه دوستان. دوتا انتخابات واقعا من رو تحت تاثیر قرار دادن. امیدوارم که عزیزان از دست رفتمون در صلح و آرامش باشن. براشون دعا کنیم، ازشون کمک بخواییم و من از شما خداحافظی میکنم. بهتون میگم روز روزگار خوش. خدا نگهدار دوستان عزیز.